زمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و به راستی خستگی ناپذیر ما. حضور شما عرض کنم که این سری مطالبی رو شما همیانان عزیز خواستید که منم همیشه تابع دستورات شما هستم و در خدمتتون. امشب عرض کنم تا ادامه چند برنامه یک نگاهی بیندازیم به اوضاع خودمون و ببینیم این فرقه تبهکار چگونه است که 41 سال بر جان و مال و ناموس ملت ایران اینطوری حاکم شده و یه مقداری کندوکاو بکنیم در خودمون رو یه براندازی بکنیم، چون انقدر دشمنان ایران، دشمنان پادشاهی برای ما میان
برنامه میچینن، جلو پامون هی سنگ میندازن. خب طبیعتا نمیتونیم هم جواب ندیم، باید پاسخ این لای و لجنهای اجتماع، این اراذل و اوباش، این مزدوران روس و انگلیس، مزدوران حزب دموکرات امریکا، باید جوابشون رو بدیم. چون اگر جواب ندیم بعد میگن اینا یا نفهمیدن یا خوردن و دم نزدن. طبق معمول از باقی مانده میهن پرستان هم خواهش میکنم در طول برنامه، ضمن سپاس فراوان که در طول این مدت همیشه لطف کردید، ممنونتونم شخصا، بی‌نهایت از اون سپاسگزارم، لطف مدت بفرمایید و در طول برنامه زنگ بزنید به جناب مهندس سیاوش گرامی و بسیار لطف کنید برنامه رو ساپورت کنید، در اصل سنگر ایران آریایی رو نگه دارید که بتوانیم ما هم به کار خودمون در این طرف جبهه ادامه بدیم. خیلی هم از لطف و محبت همه شما عزیزان سپاسگزارم. عرض کنم حضورتون، من فکر میکنم در چند برنامه حضور شما همیهنان عزیز و به ویژه شما نوجوانان و جوانان داخل کشور، چون من همه ی حرفم با شماست، اساساً دلیل بودن من در برابر این دوربین و آمدن به منازل شما فقط و فقط به خاطر شما نوجوانان و جوانان ایران بوده. شما ایران سازان، شما هستید که ایران رو باید بسازید، از درون شما باید نخست وزیر آینده ایران، وزرای ایران، نمایندگان مجلسین ایران و این شما بچه های داخل کشور هستید، این شما نوجوانان و جوانان ایرانی هستید که اساتید دانشگاه ها، قضات و مهندسین، پزشکان، کارگران، کشاورزان و کسبه، معلمان، دبیرا، شما باید اون مملکت رو بچرخونید، چون دیگه کار که از ما گذشته بود و ایران احتیاج به نیروی جوانش داره. به خاطر همین من تمام روی سخنم با شما همیهنان عزیز هست، با شما نوجوانان و جوانان کشور هست که عرض کردم آینده سازان ایرانید. خیلی ممنونم از اینکه حداقل یک بخشی از شما، میدونم همتون گوش میکنید، ولی یک بخشی از شما این حرفای من رو با جان و دل گوش میکنید و در مغز خودتون نگه میدارید. هنوز یه عده‌ای هستن متاسفانه بازگوشن دیگه، تا اونا هم بیان و به جمع ما بپیوندن که حرفا رو گوش بکنیم، هممون با هم گوش کنیم، همینطور که من حرفای شما رو گوش میکنم و سعی میکنم اون صحبتایی که اون پرسشایی رو که میدونم به درد بحث کردن میخوره، به درد این میخوره که بیایم باز کنیم، میام و با شما در میون میذارم. یه سری هم هستید یه مطالبی رو مینویسید، من دیگه خداییش حوصله ندارم چیزی بگم، بعد دو سه روز میگه آیا احمدی چرا جواب ندادی؟ خب وقتی جواب نمیدن بدون قابل جواب نبوده دوست عزیز همیهنه گرام، اینقدر منو از هم سوال پیچم نکنید چرا جواب ندید. آقای احمدی اینو حتما ببین، آقای احمدی این لینک رو نگاه کن، اینو پخش کن، اینو نمیدونم این شعر رو خودم گفتم، اینا بذارید من کار خودمو بکنم. ممنونم از زحماتتون. ببینید بچه‌ها، نوجوانان و جوانان، دختر خانم ها، آقا پسرها، ایران سازان آینده کشور، در این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم، ایران تنها کشوری نیست، نبوده، نیست و نخواهد بود که دوچار یک چنین فاجعه سیاسی بشه. منتها این مراتب برخورد با این فاجعه سیاسی برای هر کشوری یک داستان ویژه‌ای داره. من متاسفانه باید باز هم برم یک جستجویی بکنم تو تاریخ و شما رو به زور بکشم بیارم ببرم در بعضی از این زوایای تاریخ، گوشه‌های تاریخ، تا بتونیم به مقصودمون، به اون پایان هدفمون برسیم.
چون باید وقتی یه برنامه رو میم اجرا میکنیم بتونیم یک نتیجه گیری اخلاقی، یک نتیجه گیری گفتاری، یک نتیجه گیری سیاسی، به هر حال یک نتیجه گیری داشته باشیم. منم سعی میکنم همیشه در بین حرفام اون چیزهایی که بزرگان اساتید به من یاد دادن، منم بیام اونا رو در اختیار شما مجانی قرار بدم. و فقط هدفمون این نیست سیاسی صحبت کنیم، بیام به شما بگم باید به پیشکسوتان احترام گذاشت، باید به اساتید، به معلمینتون، به پدر مادرانتون، به بزرگتران خودتون احترام بگذارید، نذارید اون فرهنگ اصیل ایرانی از بین بره. و در برابر پیشکسوتتون همیشه باید سرتون پایین باشه و این رو بدونید که یک زمانی این انسانی که جلوی شما، این پدر، این مادر، این مربی، این دبیر، این معلم، این عمو، این دایی، این بزرگتری که جلوی شما ایستاده، حالا یه مقداری خموده شده و شما به خاطر قدرت فیزیکی و جوانی میتونید بر او غلبه بکنید، اون یک روزی در جایگاه شما بوده. پس احترامش واجبه، چون شما خودتون یه روزی در جایگاه اون قرار میگیرید، یه روزی موهای شما هم سفید میشه. و جهگاهی در لابلای حرفام بیام و یه مطالبی هم که به هر حال سن و سالم نسبت به شماها بالاتره بگم و یه سری درس‌های اخلاقی هم با هم رد و بدل بکنیم. ولی نه بنده معلم اخلاق باشم یا معلم جامعه، این چیزایی که بلدم و یاد گرفتم از پیشکسوتانم، از اساتیدم، از بزرگانم یاد گرفتم که احترام بگذارم و در کنارش هم کار خودمونم بکنیم. چیزی هم اگر بلدیم یا در یادمون هست اون رو با شما در میون بگذاریم. ببینید بچه های عزیز، ببینید نوجوانان و جوانان کشور، همچون که عرض کردم بیشک و تردید این بلایی که بر سر ما آمده و همچنان هم ادامه داره، این فاجعه ملی 57، این فقط بر سر ما ایرانی ها نیامده. خیلی از کشورهای جهان به طرق مختلف درگیری داشتن با این مسائل، منتهی مراتب هر کشوری به سبک خودش، به روش‌های خودش، به خاطر اون ساختارهای اجتماعی، اون ساختمان اجتماعی که در کشورش هست، با این مشکلات، با این مسائل، با این نوع درگیری‌ها درگیر شده و حلش کرده. و منم سعی میکنم همیشه با یک زبانی با شما عزیزان صحبت بکنم که هممون متوجه بشیم و کسی هم خسته نشه. نمیخوایم بیایم چیزی رو به رخ هم دیگه بکشیم. که من چند تا مثال براتون میزنم. فرض بفرمایید مثلا تو آسیا یه نگاهی بیاندازیم، ببینید دو تا کشوری که همه ما اسامیشون رو شنیدیم، کم و بیش با یه مقداری تاریخ و تاریخچه‌اش آشناییم، یه نگاهی بیاندازیم ببینیم که چه بوده و به کجا کشیده. مثلا هندوستان، وقتی مهاتما گاندی خواست در هندوستان استقلال هند رو از انگلیس ها کسب بکنه، چون هندی ها مشکلشون اشغال کشور توسط یک نیروی بیگانه بود، انگلیس ها اومده بودن هندوستان رو اشغال کرده بودن و ضمن اینکه زور میگفتن و داشتن آهن و دیگه خاک رس و ادویه و نمک و هرچی این هندی های بدبخت داشتن اینا رو می دزدیدن می بردن لندن، چون دزدن دیگه، دزدان دریایی هم. در کنارش هم با استبداد یه سری هندی که فقیر بودن اینا رو به عنوان ارتش نگر داشته بودن در برابر هندی، هندی رو گذاشته بودن در برابر هندی، هر کم اعتراض میکرد میبستنش به شلاق و به رگبار مسلسل و چوچه. یه آدمی از داخل اون مملکت که یک دانشجویی در آفریقا بود، وقتی میاد و این فاجعه رو میبینه، چون تحصیلات هم داشته، میاد در برابر استعمار انگلیس میسته. اولین کاری که میکنه خودش رو شبیه هندی ها میکنه، چون با لباس عرض کنم فرنگی به قول معروف، با یه لباس غیر هندی وارد هند میشه. اون لباس رو از تنش در میاره، یک پارچه سفیدی که رسم در هند میپوشه، همون کنف هندی ها، یک کفش دمپایی لاانگشتی که از چرم گاومیش
که دست دوخت خود هنده، اونو به پا میکنه. یه چرخ ریسندگی بافندگی هست از این چرخهای دستی که میچرخوننش، اونم میذاره و با اینکه یک عصا براش از هند از انگلیس میاد قبول نمیکنه، یک تکه چوب درخت خشک رو دستش میگیره و اونو میکنه عصای خودش. عینکی هم که به چشمش میزنه، اون عینک هم مال همون مملکت بوده، هم شیشهش همون فلزش اون قابش. به مانند هندی ها عبادت میکنه، به مانند هندی ها میشینه زمین میخوره مینوشه و خودش رو تبدیل میکنه به همون آدمی که آدم های دیگه قبولش بکنه، که بگه من از جنس شما. آدم از تاریخ باید یاد بگیره، چیزی که من همیشه تأکید میکنم، میگم من از جنس شما، تو رو به شرفتون انقدر تو این تلگرام برای من ننویسید استاد، حالا دیگه وایس هم برام میذارن. باور نمیکنید من خجالت میکشم، چون کلمه استاد خیلی جایگاه داره. استاد به سیاوش آذری میگن، این مرد استاده، جناب آقای استاد سیاوش آذری. استاد به جناب آقای سیروس افهمی میگن، استاد در کار خودش، بی‌بدیل در شرایط کنونی. استاد به دکتر حسن رهنوردی میگن، نه به خاطر سن و سال، فقط مسئله سن و سال نیست، اونم هست، ولی همه قضیه اون نیست. من تا روزی که زندم شاگردم، استدعا میکنم ازتون، اگر خیلی منو دوست دارید همون سرباز به من بگید من مخلصتونم هستم، من میخوام همینطوری از جنس شماها باشم. منو نکنید توی جنس دیگه، چون زورتون نمیرسه که این کارو با من بکنید. من همیشه سربازم تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. من اینه نوشتم زدم توی آشپزخونه خونم، هی نگاه بهش میکنم، آدمی زاده یهو یابو برم نداره. اینو داخل پرانتزم گهگاهی میان پرده هایم میام که هم حرفمو زده باشم هم بازم یه چیزی یاد بگیری، چون بعضیا خوششون میاد بهشون یهو بگن پروفسور. مثلا من روز اول اومدم اینجا زیر اسمم اونجا نوشته میهن پرستان با رضا احمدی از آلمان، بعد مثلا یه سال برسن میهن پرستان با دکتر رضا احمدی از آلمان، 7-8 ماه بعد برسن میهن پرستان با پروفسور دکتر خدایگان رضا احمدی از آلمان. خودم خوشخوشانش میشه، ولی من خودم میدونم که تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادان و بی‌سواد. هرچند بلدم از اساتید یاد گرفتم، از معلمام، از دبیرام، از انسانهایی که به من شیوه راه رفتن آموختن و یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نشاندن و گفتن آموختن. من هنوز شاگرد اون بزرگانم. اینا رو جنبه خودشیرینی نمیگم. آدم باید همیشه افتاده باشه، آدم باید همیشه متواضع باشه. این جامعه است که به انسان نمره میده، نه خود آدم. یه شماره هفتی در فوتبال ایران دعوا سرش بود بین استاد علی جباری و علی پرنی، و علی جباری خب پیش کسوتر بود، آقای علی جباری هفتو میپوشی. این دعوا به مطبوعات هم کشیده بود. یه فوتبالیستی، نمیخوام اسمشو بیارم، همه قدیمی رو میشناسن، گفت بابا جون انقدر دعوا سر این شماره هفت نکنی، شماره که بازی نمیکنه، آدم بازی میکنه. به حالت البته شوخی گفته بود ایشون، چون ایشون یه دوست مشترک هر دوی این بزرگواران بود. به هر حال وقتی که گاندی شروع کرد برای مبارزه در هند، فضای هند رو نگاه کرد. فضای هند اون موقع در اون شرایط جنگ مسلحانه رو نمیتونست قبول کنه، میتونست، ولی برای گرفتن استقلال هند باید 100 میلیون با جنگ مسلحانه کشته میداد. تازه اونم سوال پیش می اومد که آیا این جنگ مسلحانه باعث از هم پاشیدگی هند میشه یا نمیشه. شاید میشه، شاید هندوستان به 10-12 قسمت تقسیم میشد، چون بلمایش رو داشت. چرا داشت؟ چون انگلیس ها این زیربنا رو کاشته بودن تو هند از طرق مذاهب و زبان های مختلف، چون هند به اصطلاح شبه قاره هندش میگن، شبه قاره هند
کشور هزار ملیت، هزار مذهب، خیلی رنگارنگ در این زمینه. گاندی راه دیگری انتخاب کرد، مبارزه به دور از خشونت، مبارزه نافرمانی مدنی، جنگ نمک را انداخت، راهپیمایی نمک را انداخت و ایستاد در برابر استعمار انگلیس. به هر حال گاندی پیروز شد و موفق شد که استقلال هندوستان رو به دست بگیره. حالا چه اتفاقاتی افتاد من دیگه واردش نمیشم، فقط میخوام مثال بزنم از کنارش بگذرم. یه خیابون اونورتر یه نگاه به ویتنام میاندازیم، یه آدمی اونم مثل گاندی لاغرندام، بسیار لاغر، ترکهی، به نام هوشیمین، بعض جاها میگن هوشیمینه. این چپ بود، با کمک دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی میاد در برابر یک اشغالگر دیگه میسته. این بار انگلیس نبود، این بار ایالات متحده امریکا بود. یک جنگ خونین را میفته به صورت ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی و یک ارتشی به عنوان ارتش آزادی بخش که بهشون میگفتن ویتکونگ ها، که جنگ رو به کامبوج هم میکشن، در برابر نیروهای امریکایی میایستن. هممون میدونیم چه کشتاری از هر دو طرف شد و امریکایی ها سرانجام کشور رو ترک میکنن، به عبارت صحیح تاریخیش فرار میکنن و به این ترتیب هوشیمین موفق میشه با اون روش، یعنی جنگ مسلحانه، در برابر نیروهای اشغالگر بایسته. خوب توجه داشته باشید، من دو تا کشور رو براتون مثال زدم که در یک خط مسیر جغرافیایی هستن، هر دو در اون منطقه پایین آسیا هستن. حالا بیایم یه نگاه بیندازیم بریم توی آفریقا، اونجا هم نگاه کنیم. کشورهای زیادی هست، باز من دو تا کشور رو براتون مثال میزنم که همه شنیدیم دیگه، نمیخوام بریم تو کوچه پس کوچه های مثلا چه بدونم رواندا، اوگاندا، مبارزات آزادی بخش که در موزامبیک بود، مبارزات مسلحانهی که در چاد شد خیلی کشته داد و جاهای دیگه. میریم نگاه میکنیم به دو کشور شاخ آفریقا، شمال آفریقا، لیبی و الجزایر. اونها هم هر دو اشغال شده بودن. الجزایر توسط فرانسوی ها اشغال میشه، بعد طوری هم اشغال میشه، بوی نفت فرانسه رو میکشه به شمال افریقا، الجزایر اشغال میشه، یک کشتار وحشیانه انجام میشه در الجزایر. نیروهای مسلمان یا مذهبی، یعنی در از مسلمان دیگه، و یک بخشی از نیروهای ملی ناسیونالیسم بعد از هزار یک درگیری که بین خودشون بود به یک ائتلاف دست میزنن بر علیه نیروی اشغالگر و مسلحانه در برابر نیروی اشغالگر میایستن. یک جنگ خونین در الجزایر در میگیره و سرانجام پس از بروی کار آمدن دوگل رئیس جمهور نامی فرانسه و سقوط جمهوری چهارم، اگر اشتباه نکنم بله جمهوری چهارم، که در از دوگل جمهوری پنجم فرانسه رو بنیادشو گذاشت. اول میاد قول مساعد میده و بعد زیر قولش میزنه و بعد درگیری میشه و بعد چی میشه و بعد اشتباهی که دوگل میکنه تعداد نیروهای فرانسوی رو بیشتر میکنه، تعداد نظامی ها رو، و اونها به عنوان نیروهای ارتش فرانسه وارد الجزایر میشن. شهر الجزیره از بالا توسط چتربازان فرانسه کاملا دیگه اشغال بود، اشغالتر میشه، یک فضای وحشتناکی وجود میارن. تعدادی از رهبران جنبش های آزادی بخش فرانسه الجزایر رو زندان میکنن و یه عده‌ای رو در کنار دیوارها به رگبار مسلسل میبندن، به عبارتی اعدامشون میکنن، دادگاه صحراییشون میکنن. اما در نهایت الجزایر استقلال خودشو با حمایت سازمان ملل به دست میاره.
که البته فرانسه قبول نمیکنه، میگه الجزایر بخشی از ماست، و سرانجام قبول میکنن که الجزایر به دو قسمت جمهوری عربی الجزایر تقسیم بشه و جمهوری فرانسوی الجزایر که الجزایری ها زیر بار نمیرن، و به هر حال تبدیل میشه به یک استقلال و شهر الجزیره توسط نیروهای انقلابی به عبارتی باز پس گرفته میشه، چون نمیشه گفت اشغال میشه چون اونا خودشون اشغالگر که نبودن. ارتش فرانسه میره بیرون. همین بلا در لیبی بر سر مردم لیبی میاد، اما این بار ایتالیایی ها هستن که به عنوان نیروی اشغالگر وارد لیبی میشن. اونجا هم همین داستانه، اونجا هم همین کشتاره. کشتار اتفاقا خیلی وحشیانه تره، بسیار بسیار با سرکوب شدید، سرکوبی که دست کمی از سرکوب نیروهای ارتش امریکا در ویتنام نداشت. لیبی به شدت سرکوب میشه، مردم لیبی کشتار وسیع ازشون میشه، و چون اساسا لیبی به مانند سایر کشورهای آفریقایی دارای یک وضعیت شهرنشینی به اون شکل نیست، چون فقط ما یه ترابلوس رو داریم و یکی دوتا شهر دیگه، ولی اکثرا روستاییه، و چون کشور وسیعه و صحرانشین هستن، صحراگرد هستن، بیابانگرد هستن، فاصله این روستاها از هم زیاده، و این فرصتی بود برای ارتش ایتالیا که خیلی راحت تر و در این حال بیرحمانه تر و وحشیانه تر سرکوب بکنه. اما در اونجا هم یک پیرمردی، اونم لاغرندام بود، اون هم چهره و قیافهش مثل هوشمین بود، مثل گاندی بود، به نام عمر مختار، یک بخشی از مردم لیبی رو متحد میکنه، یا به عبارت یک بخشی از اون ناحیه‌ای که عمر مختار در اونجا زندگی میکنه، چون اون موفق نشد هیچگاه رهبر مطلق لیبی بشه در اون شرایط، ولی امروز به عنوان یک قهرمان ملی ازش نام میبرن، و میسته در برابر نیروهای اشغالگر. حالا به چه شکلی صاحب اسلحه میشن، چه جوری پاتک میزنن به پادگانهای ایتالیا و چه و چه و چه، ولی به هر حال ضربات سنگین و در بعضی مواقع ضربات جبران ناپذیری و ارتش بسیار قدرتمند لیبی میزنن، ارتشی که با نیروی هوایی و با نیروی زمینی با یک توپخانه فوق العاده مجهز وارد کشور لیبی میشه. اما لیبیایی ها میستن در برابرش، زیر چتر به اصطلاح زیر سایه رهبری عمر مختار، دستگیر میشه، محاکمه میشه توسط ارتش ایتالیا، و در یکی از روستاهای اون کشور در لیبی به دار آویخته میشه. اما جانشینانش و کسانی که رهبر راهش بودن ادامه میدن، و سرانجام لیبی هم به استقلال خودش دست پیدا میکنه. پس به این نتیجه میرسیم که بجز هندوستان که با نافرمانی مدنی جلو رفت، لیبی، الجزایر و ویتنام با جنگ مسلحانه نیروهای اشغالگر خارجی رو بیرون کردن، و فقط این گاندی بود که با نافرمانی مدنی در برابر نیروهای اشغالگر خارجی میسته، چون اونجا هم انگلیس ها بودن. در هند انگلیس ها میان، در ویتنام امریکایی ها میان، در لیبی ایتالیایی ها میان، و در الجزایر هم عرض کنم فرانسوی ها میان. خب یه نگاه میاندازیم حالا اون طرف به اصطلاح آب ها، اون طرف آتلانتیک، اون طرف عرض کنم اقیانوس اطلس. ببخشید. میریم نگاه میکنیم ببینیم کدوم کشوری که باز مورد نظرمون باشه، گیج نشیم، یه شمه تاریخچه ازش داشته باشیم. یه نگاه به کوبا میاندازیم. در کوبا یک رئیس جمهوری حکومت میکنه به نام باتیستا. او یک دست نشانده امریکاست، دست نشانده کارتل ها و تراست های گردن کلفت نفتی و برها سرمایه‌داران امریکایی است. او حافظ منافع دولت امریکا، به قول چپی ها حافظ منافع امپریالیسم امریکا در جزیره کوبا. طبیعتاً یک بخشی از جامعه کوبا، یک بخش بزرگی از جامعه کوبا ناراضیه. کوبا یک کشوری که میشه گفت به عنوان کشور کشاورزی ازش میخوایم نام، اساساً اون منطقه
به خاطر موقعیت آب و هوایی که داره، اون آب و هوای شرجی و عرض کنم کارائیبی که داره، چون زیر خط استواز و یک فضای خاصی داره برای پرورش پنبه، توتون و هرچی پایین تر میرید برای قهوه، یک چایای مخصوص چه و چه، در حال یک قسمت کشاورزی منطقه کوبا و دیگه سایر کشورهای اون قاره، به عکس کانادا و عکس امریکا که نه تنها کشاورزی هست بلکه اونجا به یک مرحله صنعتی رسیده. به هر حال یه فیدل کاستروی میاد با رفیقش الچه چگوارا، اونها هم مسلح میشن، پشتشون شورویه، بهشون اسلحه میرسونن و میستن در برابر حکومت هاوانا، حکومت مرکزی. درگیری میشه، از هر دو طرف کشته میشن، ارتش کوبا کشته میده، نیروهای به اصطلاح انقلابی چریکای ارتش آزادی بخش کوبا کشته میدن. در بعضی مواقع امریکایی ها میان کمک میکنن به ارتش کوبا، خلاصه درگیری میشه. اما سرانجام این انقلابیون کوبا هستن به رهبری فیدل کاسترو که پیروز میشه بر علیه حکومت باتیسته. هاوانا رو اشغال میکنن، یه کشتار وسیعی هم را میندازن و فیدل کاسترو در کوبا میمونه. چگوارا معتقده که من اینجا کارم هنوز تموم نشده، این آغازیست برای شروع انقلابات بعدی و پیام خودشو میرسونه به آمریکای مرکزی و به آمریکای جنوبی و حتی به آفریقا و به سراسر جهان، به طوری که حتی نغمه های شوم چگوارایی به سرزمین های مسلمانان از جمله به یمن و به عراق و به سوریه و به اردن میرسه و به لبنان و همچنین به ایران ما که جریان سیاکل یکی از این شاخه های اون جریان جنگ های چریکی چگوارایی. برحال خیلی خوب میام نگاه میکنیم بعد از کوبا، میخوایم در هر قاره دو تا کشور مثال بزنیم، نگاه میکنیم میبینیم مکزیک، اونا هم همین وضعیت رو دارن، اونا هم یک حکومت دست نشانده دارن، حکومتی که از دو سو داره بهش کمک میشه، از یک سو از طرف اسپانیایی ها که بهشون به حکومت مرکزی کمک میکنن و از یه طرف هم توسط نیروهای انگلیسی که اونها هم یک بخشی از کوبا مکزیک رو تحت کنترل گرفتن که بعدها از دل اونجا یک اون بخش کوچولوی سمت راست نقشه رو عرض میکنم یه چیزی میاد بیرون به نام بلیز، یک کشوری به نام بلیز. و در اونجا هم مردم کشاورزن، مثل کوبا که نیشکر سر در زمین های نیشکر بودن، مثل ویتنامی ها که در زمین های سر شالیزار های برنج بودن، در مکزیک هم مردم اکثرا در حال پنبه‌کاری بودن و یک حکومت فئودالیست در اونجا حاکم بود. یک انقلابی دیگه اونجا بلند میشه، این بار یک جوانی به عکس آسیا که همیشه به خاطر اون ساختارهای اجتماعیشون، به خاطر اون فرهنگشون که غالبا هم مذهب نقش اساسی رو بازی میکنه، فرق نمیکنه چه در لیبی، چه در الجزایر، چه در هند و حتی چه در ویتنام، اینجا مذهب اون قدرت انقلابی رو نداره، مذهب فقط یک حالت استعماری داشت که کشورهای استعماری به نام میسیونرهای مذهبی بیان بر اون مناطق رو اشغال بکنن. اونجا حرف اول و آخر رو اسلحه میزنه و اسلحه باید بیفته در دست جوان، یک جوان پرشور مکزیکی به نام زاپاتا میاد و رهبریت این جریان رو به عهده میگیره، رهبریت مردم انقلابی مکزیک رو. درگیری میشه، کشتار میشه، بد کشتاری میشه و سرانجام فلسفه زاپاتائیسم، بخوایم به این شکل تعریفش بکنیم، جاپاهای خودش رو در مکزیک میذاره و بعد از چند دهه مبارزه، البته زاپاتا رو میگیرن، نمیگیرنش، گولش میزنن، یه وعده هایی بهش میدن که ما میخوایم با تو گفتگو کنیم، اینا میکشنش در یک مکانی که گفته میشه یک پادگانی بوده، اونجا به رگبار مسلسل میبندش، میکشنش، تیکه تیکش میکنه و این طرفدارانشان که
به مانند مسلمانان شیعه که منتظر آقا امام زمانن، که نه اون بدل زاپاتا بوده، نه مرد زاپاتا به زودی ظهور میکنه و به این وسیله اون حالتهای انقلابی رو در مکزیک نگر میداره. خب ما این 6 تا کشور رو، مکزیک، کوبا، لیبی، الجزایر، هند و ویتنام رو مثال زدیم تا ببینیم که مقابله با نیروهای اشغالگر خارجی و اشغالگر داخلی، چون در کوبا حکومت اشغالگر خارجی نبوده، کوبایا معتقد بودن که این شخص دست نشانده است، این باتیستا. در مکزیک هم همینطور میگفتن این حکومتی که به ما حکومت میکنه، این شخص، اینم دست نشانده اسپانیایی هاست. اروپا هم وضعش همین بوده. لنین به خاطر از یک فرصت طلایی که کمک میشه از سوی امپراتوری آلمان، از سوی سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمانی ها، موفق میشه از یک فضای بدی که تزار روسیه به وجود آورده، مردم روسیه رو، به ویژه کارگران روسیه رو، چون اینور دنیا که میای اینجا دیگه فئودالیسم حاکم نبوده، اینجا پودکو عرض کنم انبردستی و پیشگوشتی و این آهن حاکم بوده، کشور کشور کارگری بوده، کشور صنعتی بود. با تهیج کارگران و با ایجاد بلوا و آشوب در بین کارگران، پخش اعلامیه و درست کردن یک واحدهای کوچیک سندیکایی، یک انقلابی رو و یک شورش و بلوایی رو در روسیه تزاری را میندازن که نخستین حکومت کمونیستی جهان در اونجا به وجود میاد. حالا با آخر عاقبتش کاری نداریم، ولی به این شکل شکل میگیره، یک حرکت بر علیه دیکتاتوری حاکم بر شوروی، بر روسیه تزاری. و در سایر کشورهای اروپایی هم که اتفاقاتی افتاده به همین شکل، در به طور مثال عرض کنم حضورتون در کشور لهستان، در چک و در این طرف اروپا هم به همین شکل، در یونان، در اسپانیا، در پرتغال که چپ‌ها حکومت رو مطلقاً به دست می‌گیرن، در ایرلند به همین شکل که ارتش آزادی بخش ایرلند بر علیه حکومتی که ما بهش میگیم انگلیس ولی اصطلاحاً بهش میگم بریتانیا، بر علیه بریتانیا بلند میشه و خواهان استقلال کل جزیره ایرلند میشه که با نفوذ انگلیس ها تفرقه ایجاد میشه و یک بخشی که این در اصل انگلیسی بودن و در ایرلند زندگی میکردن رأی گیری میزنن، یه بخشی میگه نه ما نمیخوایم، به چون به حال ایرلند به دو قسمت شمالی و جنوبی، یعنی به عبارتی به پایتختی دوبلین و بلفاست تقسیم میشه. حالا با این صحبت هایی که من حضورتون عرض کردم، یه مزنه بازار اومد دستمون، پس فقط این بلا بر سر ما نیامده، در چین ماو او هم از فرصت استفاده میکنه، او هم کشاورزان چینی رو متحد میکنه و یک به اصطلاح انقلاب کشاورزی را میندازه، یک انقلابی که به عبارت آغاز یک فئودالیسم جدید میشه در چین. پس این بلایی که بر سر ما اومده سایر کشورها هم داشتن، آلمان هم داشته، هیتلر هم به یه نحوی آلمان رو اشغال کرد و باعث تخریب این کشور و باعث انزوای بین المللی این کشور شد که از 1945 تا شروع میشه گفت به طور رسمی یک پایانی بخوایم بهش بدیم 1989-90 اشغال بود کشور، حتی بعد از 90 هم اشغال بود، یواش 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 نیروهای انگلیسی، فرانسوی، امریکایی آلمان رو ترک کردن و اون دیوار فرو ریخت و مجدداً آلمان شرقی و آلمان غربی پیوست. جمهوری دموکراتیک آلمان دیگه از بین رفت، پیوست به جمهوری فدرال آلمان و این فروپاشی دیوار باعث شد که آلمان متحد بشه، اما از نظر مرز جغرافیایی متحد شد. وقتی که شرقی ها وارد غرب شدن دیدن تفاوت فرهنگی بسیار زیاده و آن چیزی که اونها از طریق رادیوها یا به صورت جست و گریخته میشنیدن با اون چیزی که الان دارن میبینن خیلی تفاوته. همون شهر برلین شرقی و غربی، وقتی برلین شرقی وارد برلین غربی شد نتونستن حذف بکنن اون همه پیشرفت و ساختمان‌های بلند و ماشین‌های عجیب و غریبی که براشون بود. در حال
این اتفاق برای تمام کشورهای جهان افتاده. ایالات متحده امریکا سر جریان جنگ‌های انفصالی یا به قول خودشون جنگ‌های به عبارتی به قول تاریخ جنگ‌های استقلال امریکا، شمالی‌ها و جنوبی‌ها، کشتاری که شد و ایالات متحده امریکا یکی پس از دیگری متحد شدن تا مجموعاً از حالت اون کشوری که هر قسمتش در دست یک بخشی از جامعه سرمایه‌داری بود تبدیل شد به یک کشور واحدی که نام ایالات متحده امریکا رو بر خودش نهاد، به پایتختی واشنگتن دی سی، و این کشور دارای استقلال شد، استقلالی که از هر طرف تحت سیطره بود، فرانسوی ها، اسپانیولی ها، ایتالیایی ها، انگلیس ها و سایر کشورها اومده بودن، هر کدوم یک قسمت، کالیفرنیا رو یک قسمت و یکی برداشته بود، نیو مکزیکو، تگزاس، سایر مناطقشون، فلوریدا و ویرجینیا، هر قسمتی برای خودش داشت، حکومت های مستقلی در دست داشتن، تا اینکه تبدیل شد به یک کشور. حالا اینا رو که من حضورتون عرض کردم، میخوام این نتیجه رو بگیرم که کشورهای جهان هر کدومشون بر اساس اون ساختارهای اجتماعی خودشون به استقلال ملی که کشورشون اشغال بود دست پیدا کردن، یا اینکه موفق شدن حکومت که مورد نظر اون نسل نبود و یک حکومت مستبد بود، حالا مستبد مذهبی بود، مستبد سیاسی بود یا هرچی، اون حکومت رو ساقطش بکنه، یکی با جنگ مسلحانه، یکی با مبارزه مدنی، یکی با پیروی از مبارزات خیابانی، تظاهرات بدونی که مسلح به سلاح سرد و گرم بشن، یا اینکه بخوان فقط بگن مبارزه مدنی، با تظاهرات به عبارتی با نیمه خشونت مثل جریان روسیه تزاری درگیری میشد، اما جنگ مسلحانه نبود، این ارتش روسیه بود که مسلح بود در برابر مردم معترض. گاندی بدون کوچکترین سلاحی ایستاد، ولی ویتنام مسلح به کلاشنکوف شد و رگبار مسلسل بستن. لیبی و الجزایر با به دست آوردن سلاح‌های مختلفی که از این طرف و اون طرف به دستشون می‌رسید، حتی کشورهای دیگر افریقایی کمکشون می‌کردن از جمله مصر، اونها ایستادن در برابر نیروهای اشغالگر. کوبا به همین شکل براشون کمک می‌رسید با کشتی از شوروی، براشون سلاح وارد می‌شد، نارنجک می‌اومد، و آمریکایی‌ها هم که خودشون در درون کشورشون به خاطر اینکه شمالی‌ها جنوبی‌ها رو شکست بدن یا جنوبی‌ها شمالی‌ها رو، خودشون از با راه و روش های مخصوص خودشون مسلح شده بودن، تفنگ داشتن، باروت داشتن، دینامیت داشتن و غیر اوزان. حالا بیم ایران، ما کدوم روش رو باید انتخاب بکنیم؟ به سبک ویتنامی ها مسلح به سلاح گرم بشیم در برابر یک رژیم اشغالگر که هیچ دست کمی از یک رژیم اشغالگر بیگانه نداره، چون اساسا اینا بیگانن دیگه، آخونده یه مش بیابانگرد بادیه نشینی که متعلق به اعراب دوران بربریت هستند و اعراب بدوی، بادیه نشین ها، بیابانگرد ها، صحرانشین ها. یا باید مسلحانه در برابر اینا بجنگیم، یا اینکه باید به مانند گاندی با روش های مسالمت آمیز به دور از خشونت، نافرمانی مدنی، و یا یک چیزی بین این دو. این بستگی به ملت ایران، به ساختار کشور ایران و به ساختارهای اجتماعی کشور ما داره. ما متاسفانه در طول این 41 سال نتوانستیم، یعنی میگم ما مردم عادی مثل من و شمایی که الان نشستیم داریم، من گفتگو میکنم شما گوش میکنیم، چون ما ها که ادعای رهبری نداریم، ادعای رهبریت سیاسی جامعه رو نداریم، ما متاسفانه خودمون با خودمون کنار نیومدیم، تکلیفمون با خودمون روشن نیست که به راستی به چه روشی، به چه شکلی میشه در برابر یک نیروی اشغالگری که به نام دروغین نیروی خودی یا به عبارتی به نام جامعه روحانیت بر کشور ما داره حکومت میکنه و در طول 41 سال جز تجاوز به جان و مال و ناموس ملت ایران، جز غارت و چپاول
اموال ملت ایران و منابع طبیعی و زیرزمینی ملت ایران جز از بین بردن استقلال کشور، جز اهانت به فرهنگ و تاریخ ایران، جز ضربه زدن به تمام دستاوردهایی که دو بزرگ تاریخ کشورمون آریامهر بزرگ خدایگان و رضا شاه بزرگ خدایگان برای کشور ما ساختن، اینها جز تخریب آثار آن پیشرفت‌های علمی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیر و ذلک و اساساً از بین بردن تمام زیربناهایی که مجموعاً یک ایران بزرگ رو تشکیل میداد، یک ایرانی که سرانجام موفق شده بود پس از 1400 سال به یک مرحله‌ای برسه که در بین کشورهای جهان ما دارای این شاخص‌های قابل توجهی بودیم. پول ما، واحد پول ما، ریال ما در دنیا در بین کشورهای صاحب‌نام جهان آشنا شده بود و قابل قبول بود. یک اقتصادی که من نمیگم اقتصاد بسیار پویا و قوی، ولی یک اقتصاد بسیار قدرتمندی بود که هر روز داشت قدرتمندتر میشد. من نمیگم اشتباهاتی در کشور نبوده، من نمیگم فقر نبوده، من نمیگم اشتباهاتی نبوده، من نمیگم همه چی بهشت بر این بود، اما کجای دنیا پرفکت بوده که ما باشیم؟ اشتباهاتی بود، ولی با اون سیستم پهلوی است و با اون راه و روشی که خدایگان آریامهر بزرگ داشتن کشور رو راهبری و رهبری می‌کردن، داشت نشون می‌داد که ما در طی یک پروسه حد اکثر 10 ساله آینده که علازاد زوجای دوم به عنوان ولیعهد کشور به تخت پادشاهی بنشینند، ما در جایگاهی قرار خواهیم گرفت که بیشک و تردید امروز آلمانی‌ها در اون جایگاه هستند با میلیارد ها دلار ذخیره ارزی و یک قدرت عظیم اقتصادی و یک کشوری که در دنیا ملتش مورد احترام سایر ملل جهان هست و به عنوان یک کشور صلح دوست که اون چهره نازیسم آلمان را از بین برده و در جهان کمک‌های انسان دوستانه می‌کنه و همیشه حضور مؤثر و مثبت، نه حضور نظامی و جنگی، در جهان داشته و در تمام زمینه‌ها موفق شده یک کشور خودکفایی باشه، از نظر پزشکی، از نظر صنعتی، از نظر خورد و خوراک، از نظر پوشاک و اگر وابستگی‌هایی داره اونم به خاطر قهر طبیعت یا ناملایمت‌های طبیعت بوده که بهش نفت نداده، گاز نداده و اون مجبوره که بره بخره. اما کشوری که اهل معامله است و معاملات پایاپای می‌کنه، به سود کشورش فکر میکنه، به سود ملتش فکر میکنه، سیاستمداران با شرفی داره، سیاستمداران میهن پرستی داره، سیاستمدارانی که حتی چپ هم باشن اول به آلمان فکر میکنن، حرف اول و آخرشون در تمام احزابشون یک جمله، یک لغت، اونم آلمانه، که این کلمه دی یعنی دویچلند در همه جا حق شده و افتخار میکنن وقتی سرود کشورشون زده میشه، دستاشون روی قلبشون میذارن و یک صدا فریاد میزنن و سرود ملی کشورشون رو میخونن. تیم ملی فوتبالشون، تیمهای ورزشی زنان و مردانشون وقتی شکست میخورن غمگین میشن، وقتی پیروز میشن خوشحال میشن، جشن میگیرن، به مراسم سنتی خودشون احترام میگذارن. اونجا چپ و راست نداره، وقتی میگن اکتوبرفست میرن تو مراسم آبجو نوشیدن شرکت میکنن، اونجا دیگه حتما نباید بچه مونیخ باشی، بچه نمیدونم شتوتگارت باشی، یا هامبورگی هم میره اونجا میشینه، لباس محلی بایرن رو میپوشه. وقتی جشن میگیرن در شهر برمن، جشنهای دریا نوردی، یه جنوبی هم میاد میره شمال و با اونها هم آواز میشه و ما میتوانستیم یه چنین کشوری باشیم که همگی در کنار هم با هم برای ایران، به خاطر ایران و به خاطر آینده سرزمینمون و آینده ملتمون و آینده فرزندانمون در کنار هم با صلح و صفا زندگی کنیم که دیگه نغمه های شوم تجزیه طلبانه از این ور اون ور به گوش نرسه، دیگه کسی نگه مساجد سنی ها رو آتش بزنید، بهایی ها رو بکشید، یهودی ها رو بکشید، مسیحی ها رو بکشید، مسلمانانی که نمیخوان حالت افراطی شیعه‌گری داشته باشن اونا رو بکشید، همه گریه کنید، همه تو سرتون بزنید، همه به قوانین
بسیار قرون وسطایی که از درون غارهای الحجاز اومده باید احترام بگذارید، سنگسار بکنید و چه و چه. خب یک کشوری داشتیم که نخست وزیر ما میتونست یک نخست وزیر اهل رضایه باشه و کابینه خودش رو وقتی تشکیل میده با بیش از 20 25 تا 30 تا وزیری که داره از شهرهای مختلف مملکت اون باشه و همه به ایران بیاندیشن، همه برای کشورشون فعالیت بکنن. فرمانده ارتش حتما نباید از تهران باشه، میتونه از شیراز باشه، فرمانده نیرو هوایی میتونه اهل اصفهان باشه، فرمانده نیرو دریایی اهل چه میدونم مثلا بندر عباس باشه و همه در کنار هم برای ایران. خب اینها رویاهایی بود که خدای ایران آریامهر بزرگ که به ما درس میان پرستی دادن، خودشون و پدر بزرگوارشون، و داشتن یک خط و مسیر میهن پرستی رو به ما یاد میدادن و سعی میکردن که در دوران سلطنت پر افتخار آن دو بزرگ مرد تاریخ کشورمون به ما یک مسیر صحیح زندگی رو در تمام ابعاد نشون بدن و راه صحیح زیستن رو، راه درست زیستن رو در تمام ابعاد به ما یاد بدن. خب کار سختی بود، یه ملت که تا دیروز تاریخ پای منقل بود، شیره میکشید، شپش داشت، سال به سال اصلا نمیدونست حمام چیست، نظافت معنا نداشت، بهداشت معنا نداشت، ورزشی در کار نبود و اساسا کشوری در کار نبود. یه چیزی بود بهش میگفتن ممالک محروسه و دو قدرت بزرگ جهانی ما رو اشغال کرده بودن، همه از ما باج میگرفتن، تو سرمون میزدن، همه ما تو بر بیابونا بودیم و خاندان بسیار بسیار مزدور قجر از آقا محمد خان اخته تا اون آخری احمد و ولیگر جز غارت، چپاول، زنبارگی، شیره کشی، شرابخاری و نوکری برای بیگانه در طول بیش از یک قرن از یک چیزی که به هر حال اسمش یک ایرانی بود در موفق شده بود صفویه با اتحاد شیعیان و با علم کردن این جریان شیعگری و دوازده امامی و چه و چه و چه، اون جریان تشیع سرخ یک کشوری رو هماهنگ کرد، به اصطلاح متشکلش کرد و بعد از او افشاریه و نادر بزرگ که همین آخوندان نذاشتن لقب بزرگ و تاریخ به او بده، که البته پس از پایان فرقه تبهکاران مجلس کشور ما که امیدوارم این مجلس شورا هم عوض بشه مجلس ملی ایران، ما باید یک خانه تکانی بکنیم در کشورمون، مجلس ملی ایران، ارتش شاهنشاهی باید این نام بمونه و لقب نادر رو بهش تاریخ مجلس کشورمون باید لقب بزرگ بدن به نادر، نادری که ایستاد، عثمانها رو بیرون کرد، روسها رو بیرون کرد و تجاوز مغول رو پاسخ داد، متجاوزینی که فرار کردن به هند رفت آوردشون، سر و سامون داد به کشور. خب به هر حال افشاریه زحمت کشید، زندیه زحمت کشید، ولی خب قاجاریه اومد و تمام اون دستاوردهایی که با خون و جگر سربازان ایران، جوانان ایران به دست اومده بود که وجب به وجب خاک و مملکت خون جوانان کشور ماست و باعث افتخار ایران بود که موفق شدیم پس از چند دهه که کشور ما تحت اشغال عثمان‌ها بود، اعراب بود، خلفای عرب بود و چه و چه، برخوار استقلال کشور به دست بیاریم و باز هم قلمرو کشورمون رو وسعت بدیم و یک بار دیگه تاشکند عزیز، بخارا، دوشنبه، سمرقند، کابل، هرات و سایر نقاط تاریخی کشور رو به مملکت بازگردونیم. اینها رو قجرها از بین بردن و حالا پهلوی اومده و میخواد خط بطلان بکشه به روی 1400 سال یک استعماری که تا تمام وجود ما رو گرفته. این استعمار که به نام مذهب، به نام اسلام و بخش شیعش اینجوری تمام وجود ما رو در بر گرفته، ریشه دوونده. این مثل حمله فرانسه به الجزایر نیست که دشمن روبرو باشه با یونیفرم ارتش فرانسه بدونی کیه، این به مانند حمله ایتالیایی‌ها به لیبی نیست که تکلیفت روشن باشه از کجا بهش پاتک بزنی، این مثل حضور نظامی امریکا در ویتنام نیست، این مثل اشغال انگلیس، اشغال هند توسط انگلیس‌ها نیست، یک اشغال درونی است، یک اشغال روحی و روانی است، یک ترسی که در وجودت گرفته
که اگر این کارو بکنم میفتم جهنم، من همیشه باید یه کاری بکنم، اون عربه که به من اجحاف کرده، به من زور گفته به نام محمد، من باید یه کاری بکنم رضایت او رو جلب کنم. 1400 سال به ویژه در طول در این 400 سال اخیر در تمام روستاها، در تمام مناطق ایران و احیانا بعضی جاهایی که ما بهش میگفتیم شهر، مثل اصفهان، مثل تبریز، شهر ری، کاشان، یزد، کرمان، شیراز، جاهایی که قدمت تاریخی دارن، همدان و ساری و مشهد و سایر نقاطی که قدمت تاریخی دارن، سبزوار، نیشابور و نقاط دیگر مملکتمون، ما شنیدیم که از بالای این مناره ها صدای عربی میاد. یعنی اعراب رسما سه بار در روز هنگام طلوع آفتاب، هنگام اینکه آفتاب در بالاترین حد ممکن رسیده و هنگام غروب، از توی این گنبدهایی که برای ما ساختن، به دست ایرانی برای ما این زندانهای روحی رو ساختن به نام مسجد، بانگ اذان سر میدن و اون صدای وحشتناک الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، که بعد اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله بهش اضافه میشه، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، و بعد در پایان میگه قد قامت السلام، و بیا و دلاشو در برابر ما. و بدونی که معناشو بفهمیم و بدونی که بدونیم داریم شهادت به چی میدیم، شهادتین به چی میدیم، شهادت میدیم که محمد فرستاده خداست، فرستاده اللهه، و تحقیق نمی کنیم که چرا اصلا به این میگن الله، و شهادت میدیم که امیر مؤمنه، امیر المؤمنین، مؤمن مؤمناست، کسی که غمه کشید و باعث کشتار وحشیانه ایرانیان شد که بعدها جانشین برحقش روح الله الموسوی الخمینی اقرار میکنه که او، یعنی علی، در یک روز 700 نفر یا نمیدونم 7000 نفر رو، حالا تو بگو 700 نفر رو گردن میزنه، حالا این چجوری جنازه ها رو شمرده نمیدونم ولی خودشون میگن. و بعد در سراسر کشور در دو ماه محرم و صفر همه مشکی پوش میشن و برای شهادت یک چاقوکشی که مشکل خانوادگی داشته با یک بخشی از خاندان قریش و در یک شهر بیگانه به نام کوفه، به نام کربلا، به قتل رسیده و خودش آغاز کننده این نبرد بوده و برای شهادت به قول خودشون رفته، یک ملتی با 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و بیش از 8000 سال تاریخ و عرض کنم تاریخ حیات جغرافیایی و سیاسی، کشوری که پادشاهش کوروش بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه کلدانیان، شاه آشوریان، شاه پارسیان، شاه مادها، شاه بابل میره و در لیبی و در مصر تاجگذاری میکنه به سبک مصریا و یک قلمروی با بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع رو تحت کنترل خودش و ارتشش میگیره بدون کوچکترین خونریزی، بدون تجاوز. زیباترین کاخهای جهان در ایران بنا میشه، زیباترین دانشگاههای جهان، علم پزشکی در ایران باعث میشه که از یونان، از مصر، از چین، از ایتالیا به اصطلاح روم باستان، از کشورهای دیگر به ایران بیان. برای تجارت با ایران عقیق یمن وارد ایران میشه، ابریشم وارد ایران میشه و تجار کشورهای اطراف و کشورهای فرامنطقه میان با ایرانی ها معامله میکنن، دانشجوها میان در کشور ما تحصیل میکنن، علم جویی میکنن، دانش میجوین. و ملت ایران یکتا پرسته، بت پرست نیست، ملت ایران زورگو نیست، یک ارتش آزادی بخشی که میره یهودیان رو از زندان بابلیان نجات میده، یک ارتش آزادی بخشی که به تمام اقوام تحت ستم اون مناطق کمک میکنه در برابر ظلم روم باستان، روم شرق که دولت بیزانس یا بیزانس رو تشکیل میده، ایستادگی میکنه و موفق میشه یک فضای امنیتی، یک فضای امنیتی، نه امنیتی شکنجه، یک فضای امنی رو در دریای مدیترانه به وجود بیاره و کشورهایی که ما امروز بهش میگیم بلغارستان، رومانی، آلبانی، ترکیه،
اینها رو تحت سیطره خودش نه به زور بلکه به خواست اون کشورها تحت سیطره خودش قرار بده، به ارمنستان استقلال ملی بده و ارمنستان با میل میگه که ما رو جزء قلمرو خودت بدون، ما رو زیر بالوپر خودت نگه دار که ما تحت اشغال رومی ها قرار نگیریم. گرجستان به همین شکل، منطقه‌ای که امروز بهش میگن منطقه قفقاز، همین ها که میگن چچن های روس، اینها با میل خودشون میان. یک قلمروی عظیمی که دریای کسپین، دریای مازندران تحت سیطره و تحت کنترل ارتش هخامنشیان و بعد از او سایر سلسله های دیگری که در ایران حکومت میکنن، اشکانیان، ساسانیان و پادشاهان بزرگی که بر کشور ما حاکم میشن و موفق میشن یک منطقه بزرگی رو به نام ایران به وجود بیارن، با اقوام مختلف، با بویش های گوناگون، با مذاهب گوناگون، بدون هیچ گونه ظلمی، بدون هیچ گونه جنگی، بدون هیچ گونه وابستگی های قومی و قبیله‌ای، همه در کنار هم زندگی میکردن. یک مرتبه بر اساس حمله‌ای که به ما میشه و خیلی قبول، خیلی راحت قبول میکنیم که کشته دادیم و شکست خوردیم و شکست سنگینی خوردیم. حالا دلایلش رو تاریخ نویسا، تاریخ نگاران بر هیتیبن نیست، باید برن بررسی و بازرسی علمی بکنن، نه فقط همینطوری یه چیزی بنویسیم بگیم که باد اومد رفت تو تخم چشم اسبامون و مثلا اسبامون عدسه کردن ما شکست خوردیم. روشی کمی نباید حرف زد. اون ارتش قوی، اون ارتش شاهنشاهی ایران چگونه در برابر یک مشت بادیه نشین بیابانگرد صحرا نورد بیاد و اینطوری شکست بخوره؟ چه خیانتی از درون بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ به هر حال 200 سال ایرانی‌ها مقاومت می‌کنن در برابر حمله تازیان و دژهای محکم ایرانی یکی پس از دیگری متأسفانه سقوط می‌کنه و مقاومت ایرانیان به حدی قوی بوده که اعراب خسته میشن، زله میشن از دست ایرانیان. کاخهای ما را آتش میزنن، دانشگاه‌های ما را آتش میزنن، تمام مراکز علمی ما را آتش میزنن، به زنان ایران، به دختران ایران، به پسران ایران تجاوز میکنن، مردان ایران را از دم تیغ میگذرونن، دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها رو به عنوان غلام بچه میبرن در مناطق جاهایی که ما امروز بهش میگیم قطر، بحرین و عمان، میبرن اونجا میفروشن به عنوان نوکر، کلفه. زنان ایران رو باردارشون میکنن که ازشون نطفه عرب بگیرن. بعضی از زنان شجاع ایرانی خودکشی میکنن وقتی میبینن حامله هستن. عرب‌ها اعلام میکنن هر زنی خودشو بکشه این در دین اسلام حرامه، میره جهنم. و وقتی میبینن زنان ایران باج نمیدن به این حرفا، میگن زن بارداری خودشو بکشه ما خانوادهشو میکشیم، پدرش، مادرش، اگه بچه ازش باقی مونده نمیدونم فک و فامیلشو از بین میبریم. و به این ترتیب نطفه های خودشون رو در ایران با تجاوز به زنان ایران به وجود میارن و اسماشون رو میذارن سید. همین اراذل اوباشی که امروز ملت ایران یک بخشش هنوز میره به اینا پول میده، مثل امامزاده هاشم و امامزاده زهره ما رو چه. پهلوی وارث یک چنین داستان خطرناکی است، داستان یک وارث یک چنین تهاجم روحی و روانی است، تهاجمی که وقتی آخرین دژ ایرانیان در حکمتانه در نهاوند از بمیره، ده ها هزار ایرانی که اون منطقه رو صفر نگه داشته بودن که مبادا دشمن از این قسمت وارد بشه، چون اگر دژ حکمتانه زمین میخورد تمام مناطقی که امروز ما به عنوان استانهای کرمانشاهان، همدان، زنجان، آذربایجان، کردستان نام میبریم بیاد و دور بزنن، بیان تا گیلان، مازندران، خراسان و بیان به سمت پایین سمنان و تهران و دشت قزوین و ایران رو بگیرن. خیلی مسئله سوق الجیشی بود اون دژ. و شاهنشاه آریامهر حالا وارث یک چنین فاجعه‌ای که امروز اسمشو گذاشتن اسلام شیعه. بیش از 400 سال آخوندها در تار و پود ملت ایران نفوذ کردن و تو گوشه خانه خودت تو رو حبس روحیت کردن، به تو یک قرآن، یک تازینامه دادن گذاشتی روی پیشخون خونت، اون تاخچه بالای نمیدونم کمو، و بدونی که بدونی تو این چقدر به تو فحاشی کردن، چقدر به تو توهین کردن، چقدر به کرامت انسانی توهین شده، جرأت نمی‌کنی دست بهش بزنی. و هر بار که نوروز باستانی که هیچ ارتباطی به این کتاب کهنه و تازینامه بی مصرف غیر علمی نداره،
اونو بذاری وسط سفره هفت سینت و پاتو حتی فراتر بذاری و عکس یکی از قاتلین ملت ایران رو به نام علی رو اینو بذاری سر سفره هفت سین و پادشاه ایران مجبور بشه به خاطر همیاری و همکاری با ملتش ایشان نیست دست به این کار بزنه، در حالی که فلسفه پهلوی است، یک فلسفه ملی گرایانه است، یک فلسفه ایران دوستی است، یک فلسفه آشتی ایرانیان با خودشونه، اما نمیتونی در عرض 10 سال 20 سال 30 سال این فاجعه بزرگ، این فاجعه عظیم تاریخی رو از روح و روان یک ملتی پاک بکنی و زدودن یک چنین فاجعه روحی و روانی احتیاج به یک حرکت بزرگی داره، احتیاج به نسل سازی داره که کاری یه نسل و دو نسل نیست، نسلی که هنوز تو خیابونا بچه های کلاس اول دوم دبستان میگن به قرآن، به خدا، به حضرت عباس، به امام حسین، به حضرت امام رضا و این وابستگی های ذهنی در ما هست و هنوز جامعه آخوند به قول خودشون آخوند روحانیون هنوز نفوذ قابل نفوذ چشمگیری دارن در جامعه با همون مساجد با تکیه‌گاه ها که موفق میشن دیگه، نه به مانند دوران صفویه یا قجر دو ماه محرم و ماه صفر و کشور رو سیاه‌پوش بکنن، اما موفق میشن تا سوء عاشورا یه مملکت رو فلج بکنن، موفق میشن در ماه رمضان اخلال ایجاد بکنن در نظم زندگی عمومی مردم که دهان مردم بوی بد بگیره به خاطر نخوردن غذا اون بخشی که روزه میگرفتن و بحث کارمندای این باشه که حال شما چه داره، روزه ای، روزه قبول، روزه من نیستم، نمیتونم بگیرم، زخم معده دارم و یک ما یک ملتی رو اینطوری مسخره بکنن و ما رو مورد بازیچه دست خودشون قرار، ما ملهمه دست اینها بشیم، بازیچه دستشون بشیم. خب مبارزه با یک چنین جریانی بسیار مدیریت صحیحی میخواد و یک تیم صحیح میخواد، فقط مدیریت نیست، فقط این آریامهر بزرگ نیست که یک تنه در برابر این جریان بیسته، جریانی که خودش هم آغشته به او است، چرا که او خودش هم ایرانی است و ایشون اگر نره و بارگاه امام رضا رو نساز و اونجا رو ترمیمش نکنه، درستش نکنه، مورد اتهامات ناجوانمردانه قرار میگیره که آقا این اسرائیلی، این یهودی، این بهائی، در بهترین حالتش بگم که مثلا این نوکر اسرائیل و امریکاست و این اصلا کافره، برای همین اسم دخترشو گشته فرهناز. بعد اشکال نگیرید که چرا اسم پسر به صورت ذهنی میگن رضا ولی اسم واقعی سیروسه که نیمی از ایرانیان اینو نمیدونن، بیش از نیمی، و هنوز روحانیت مشکلش این باشه که چرا اسم همسر پادشاه شهبانو مملکت فرحه، مثلا اسمش معصومه نیست، فاطمه نیست، و چرا به اون شکل ظاهر میشه این فرح پهلوی، چرا اینطوری میاد، مثلا چرا دامن میپوشه، چرا استخ میره، چرا کنار دریا میره. خب علازت و علیازت چجوری بیان مبارزه کنن در برابر این خرافات، این جهل، این نادانی، این ستمی که 1400 سال بر زن و مرد ایرانی، بر ده ها صد ها نسل ایرانی رفته. اجازه بدید یه استراحتی بکنیم، شما هم خسته نشی، ما این جریان رو گفتیم تا ببینیم چرا اسیری. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون شماره یک رو لطف بفرمید، امیدوارم بچه هم زنگ زده باشن و ادامه بدیم کارمون. شماره یک رو با هم نگاه کن. Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خیلی معذرت میخوام اگر بعد از این حرفا حالتون رو به هم زدم، خیلی ازتون عذر میخوام. امیدوارم که هنگام صرف صبحانه، نهار یا شام نبودید. میدونم حالتون به هم خورد، معذرت میخوام، خیلی پوزش میخوام. میدونم با دیدن قیافه این ابر کثافت جهان حالت تهوع بهتون دست داد. عذر میخوام از حضور همه شما خانم و آقایون. قیافه رو دیدی؟ اینو دلیل داشت پخش کردم. آقای محمد به یاد استاد رضا فاضلی، دمت گرم آقا محمد گل، آفرین. از بزرگانمون باید یاد کنیم، باید احترام بگذاریم بهشون. مرسی آقا محمد گل. $100. بانو اعظم عاشق وطن، باریکلا عاشق وطن، هممون باید عاشق میهنمون باشیم. زنده باشی، درود بر شما اعظم خانم عزیز. $100 لطف و محبت کردیم. آلاله و افشین، آلاله و افشین $50. درود به شرف رضا احمدی، درود به شرف ملت بزرگ ایران و درود بر شما آلاله خانم و افشین گل. دستتون درد نکنه. $50. آقای سیاوش عزیز و گرامی از اورنج کانتی که فرمودن این از قدر شناسی از آریامهر بزرگ، دقیقا همین است. باید قدر شناس آریامهر بزرگ باشیم. $501. دست شما درد نکنه. آقا سیاوش گل از اورنج کانتی، درود بر شما آقا سیاوش و سایر خانم آقایون. 45 دقیقه، یارو بگیم 40 دقیقه دیگه وقت داریم، بچه ها زنگ بزن، دستتون درد نکن. شاهنشاه آریامهر وارث این جریانه که الان فیلمشو دیدید، وارث یک مش لومپن، یک مش چاپلوس، دروغگو، که دست این کثافت رو که الان داشتن میبوسیدن، دستی که تا چند دقیقه پیش اونجاش بوده و اینا رفتن اون دستو دارن میلیسن. نوش جونتون بخورید، بسش توی خشتکش بوده این آشغال. و همینا که دست اونو میبوسیدن، اینها خطرناکتر از اون بیمار روانی بزرگ لوادکارانن، چون هر کس دست اینو بوسید شد رئیس طویله اسلامی یا نماینده طویله اسلامی، عضو شورای طویله فقها، طویله شورای نگهبان، دیگه طویله های دیگه، رفت تو صدا و سیما، یعنی طویله صدا و سیمای اسلامی، رفت در طویله سپاه، شد فرمانده اون واحد جنایتکار، شد فرمانده بسیج، شد مدیر فلان کارخونه، شد مدیر فلان نمیدونم باشگاه فوتبال. یعنی اینهایی که دست و بوسیدن، آخری هم دیدی که بچه ها چقدر قشنگ اینو درست کردن، اون محمد گاریچی بود، خاتمی، همون که الان اومده دوباره میخوان اصلاحات رو علم بکنن، همون که قراره علی شیره‌ای بیاد بگه من برای حفظ نظام آبروی نداشتم و با آقا تاخ زدم. اینی که از من میپرسید آقا امکان معامله هست؟ امکان همه چی هست. تو برنامه امروز و جمعه خواهیم گفت که اگر ما بیکار بنشینیم امکان همه چی هست. حالا بحث اون قرقاتی نشه. خب شاهنشاه آریامه وارث یک چنین جریانی است. از یک طرف اعلیحضرت آریامهر بزرگ خدایگان میدونن که برای نجات کشور تنها راه رهایی بازگشت به هویت ملی است. یعنی ایرانی رو باید بکنید مجدداً همون ایرانی پیش از حمله تازیان، یعنی ایرانی باید بشه میهن پرست. چگونه باید این کارو کرد؟ با تعلیم، با انضباط، با روش‌های ایرانی ما آب. ولی چگونه؟ این پول میخواد، این امکانات میخواد، این استاد میخواد، این معلم میخواد، این یه تیم میخواد. این تیم چی بوده؟ قوام السلطنه دیگه، اقبال، نخست وزیرا رو دارم میگم، دکتر اقبال، قوام السلطنه، اسدالله علم، اینا تیمی بودن که از دوران خود آریامهرن، یعنی وابستگی‌هایی که به قجر داشتن. دیدید این یکی آخری کثافت رو دیدید دیگه، اردشیر سلیمانی که نام زاهدی رو هم خراب کرده، که با کمال بیشرمی میگه آقا محمد خان، بعد نمیگه اخته، آقا محمد خان قاجار، نمیگه قجر، استقلال ایران رو حفظ کرد. دروغگو، نمیتونم به تیمسار چیزی بگم، دروغگو خاک بر اون سر میشرفش.
حضور شما عرض کنم که بنابراین شاهنشاه آریامهر با روش‌های خودشون توانستند دنبال روح راه پدر بزرگوارشون بشن، پدری که اون سردار بزرگ ملی اعلی حضرت رضا شاه بزرگ، بنیانگذار، معمار، مهندس ایران نوین، اومدن و ایران رو احیا کردن، ایران رو زنده کردن، یه آمپول زدن به ایران، ایران زنده شد، این جنازه زنده شد، خون کرد تو رگ ایران، ایران مرده بود و به ایرانی ها درس میهن پرستی دادن. برای ما روز معلم درست کردن، روز پرستار که امروز روز جهانی پرستاره. داخل پرانتز همه ایرانی ها وظیفتونه اگر دستتون به دهنتون میرسه یک شاخ گل بگیرید، برید بیمارستان محلتون، درمانگاه و بدینش به اون اینفورمیشن، اون اطلاعات. اگر میتونید یه سبد گل بکنید، این کارو بگید، این رو از طرف ملت ایران یا از طرف بچه های شهر که هستید توش میخواییم تقدیم کنیم به پرستاران، به جامعه پزشکی ایران. ممنونیم پرستارا، ممنونیم پزشکا، ممنونیم کارگران، ممنونیم کارکنان بیمارستان ها که بدون هیچ امکاناتی دارید از ما پرستاری میکنید. من با افتخار میگم به عنوان یک ایرانی از راه دور دست همه پرستاران محترم ایرانی رو که میدونم چه زجری میکشید با اون مغمه و با اون لباسی که تو تنتون به زور کردن، بدون هیچ امکاناتی 12 ساعت 13 ساعت در بیمارستان ها ایستادید تا از هموطنانتون پرستاری بکنید. دستتون رو میبوسم، پاهاتون رو میبوسم. شما فرشته های سفیدی، شما انسانی، من از شما درس انسانیت یاد گرفتم. درود به شرف همه پرستاران، درود به شرف همه کارکنان، کارمندان، همه پزشکان، همه انسان هایی که دارن هم میهنان منو و ما رو دارن معالجه میکنن. ما رو ببخشید که اجازه دادیم همچنان شما اون لچک رو سرتون باشه. ما بی غیرتیم در خارج از کشور، ما رو ببخشید، ما رو مورد عفو قرار بدید. برای ایرانیان روز پرستار درست کرد رضا شاه بزرگ، آریامهر بزرگ، روز معلم، روز ژاندارمری، روز ارتش، روز نیرو هوایی، روز نیرو دریایی، روز مادر 25 آذر، روز پدر 24 اسفند. من هنوز 25 آذر، با اینکه چند سال مادر عزیزمو ندارم، میرم گل فروشی گل میخرم، میذارم تو گلدون، میذارم تو خونه، به مادرم تبریک میگم. مادر نمیمیره، پدرم نمیمیره، اینا رو ما از آریامهر داریم. برامون روز تولد درست کرد، به ما یاد داد ما روز تولد جشن بگیریم. همش جشن برای ما آورد، روز درختکاری، جشن مهرگان، شب چله، نوروز، چهارشنبه سوری، و خودش در این جشن ها شرکت میکرد، خودش میومد درخت میکاش، بیل میزد به زمین که ما یاد بگیریم. شهبانو فرح پهلوی مادر ایران زمین رفتن تو بیابونا آشغال جمع کردن که به ما یاد بدن. عکس شهبانو رو زده بودن تو مدرسه ما، یه سطر داره آشغال جمع میکنه که به ما یاد بده شهبانوی کشور که کشورمون رو تمیز نگه داریم. شاهنشاه لباس پیشاهنگی تنش میکرد، تن بچه هاش میکرد، تن همسرش میکرد که ما یاد بگیریم پیشاهنگی، شیر و خورشید. احترام میذاشت به ملت ایران، میرفت تشریف میبردن تو روستاها، میشستن زمین با روستایی ها، همون آش و همون آبگوشتی که درست کرده بودن، پلویی که درست کردن، با روستایی ها میشستن تو چادر و هست عکساش هست، نهار میخور، صبحونه میخور، نون و پنیر میخور. شهبانو با جزامی ها رفتن نهار خوردن و به ملت ایران درس مهر دادن، درس محبت دادن. زنده یاد شاهدخت اشرف پهلوی در روز پرستار که خیلی خدمت کردند و اساساً پیشنهاد دهنده روز پرستار بودن، زحمت کشید به عنوان خواهر پادشاه مملکت. نگفتم فقط خواهر شاه ایرانم برم بشم با طلا جواهرم حال کنم و گروه پدر مملکت جمال خودم و عشق است، زحمت کشید برای بانوان ایرانی. خاندان پهلوی زحمت کشیدن، ما نفهمیدیم، تقصیری نداشتیم، زیربنایی نداشتیم. و یواش یواش تازه نسل من که قرار بود با ولیعهد
بیایم و کار کنیم و خدمت بکنیم زدن له و لبردمون کردن. خب داستانو میدونیم، حالا افتادیم تو هچل جمهوری اسلامی. الجزایر رو گفتیم، لیبی رو گفتیم، هند و ویتنام رو گفتیم، کوبا و مکزیک رو گفتیم، روسیه رو گفتیم، سایر کشورهای جهان رو هم گفتیم. چگونه باید از دست اینا نجات پیدا کنیم؟ با جنگ مسلحانه یا با مبارزه بدور از خشونت؟ این پرسشی است که همه ما تو سرمون هست. همین الان من میدونم خیلیاتون نشستید و میگید آقا فقط جنگ مسلحانه باید بکشیدشون. یه عده میگن خب نه، خب جنگ مسلحانه نمیشه. میدونم الان تو خونه ها اگه 4-5 نفر دور هم نشستین چه ولوله ای راه افتاده، چجوری داره غلیان میکنین روح روانتون. ولی با احساسات نمیشه در سیاست برخورد کرد. با احساسات برخورد کردیم که گفتیم دیو چو بیرون رود فرشته درآید، در حالی که فرشته داشت میرفت دیو داشت میومد. با احساسات برخورد کردیم که ارتشمون رو با دست خودمون مجبور کردیم بره جلو خمینی، یک آخوند روزخون رژه بره. ارتش مقصر نبود، ملت پشتشو خالی کرد. من مالکشی نمی کنم، ارتش در یک جای مقصر بود، ولی شما ملت پشت ارتش تو خالی کردی، چون ارتش تو رو نمیخواست بکشه، تو باید ارتش تو حمایت میکردی. همه ما در این فاجعه مقصریم. بریم شماره 2 رو با هم نگاه کنیم. جناب مهندس شماره 2 رو لطف بفرمایید، ممنونتون میشم. نگاه کنیم. برامون مدرسه افتتاح کرده جمهوری اسلامی. با توجه به بازگشایی مدارس امروز خدمت عزیزان در این منطقه عشایری اومدیم. من دو نکته، امروز خدمت عزیزان رسیدیم در این منطقه در اساس جریه سید محمد، و با توجه به مشکلاتی که از نزدیک دیدیم قول دادیم که انشاءالله وجودیت ما بر این که در کنار شما در حوزه سازندگی و در حوزه علم هم باقی کنیم. و تبین ما جدیتنا من خلالها و نکون الى جانبكم للاعمار. المدرسة التي حملت اسم مدرسة الإمام الخميني قدس سره تم تسليمها بشكل رسمي إلى وزارة التربية العراقية، حيث اشتملت على 12 صفا دراسيا، ومن المتوقع أن يبدأ الدوام الرسمي فيها مع بداية العام الدراسي الجديد. هذا الصرح الكبير الذي تم بناؤه بدعم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقای اکبر از کانادا $20، دست درد نکنه آقا اکبر گل، باشه اکبر گل از کانادا $20، خیلی ازت ممنونم. بانو سپیده، رویا و ستاره ایتالیا $30، سه بانوی بزرگوار لطف و محبت کردید، سپیده خانوم، رویا خانوم و ستاره خانوم عزیز لطف کردید از ایتالیا $30، مرسی. خب چه باید کرد؟ این چه باید کرد و من به عنوان پرسش مطرح کردم. میدونم همه میگن خب آرزو بگو دیگه. نه، اول زمینه رو بگیم، حرفمون رو بزنیم، عجله نکنیم، جمعه هم وقت داریم. نه، بالاخره یکی باید شماها رو وادار به فکر بکنه یا نه؟ چرا همه فکرها رو فقط باید شاهنشاه بکنیم؟ چرا فقط شاه باید به جای ما فکر کنه؟ چرا فقط رضا پهلوی وارث تاج و تخت باید به جای ما فکر کنه؟ چرا؟ چرا ما مغز خودمون رو به کار نزدیم؟ چرا ما ملت عادت کردیم یه نفر رو بذاریم رو دستمون، ببریم بذاریم اون بالا، بگیم ما کارمون کردیم دیگه، آقا واسه ما خدمت بکن، نه اسکی برو سوئیس، نه والیبال بازی کن تو کاخت، نه با زن و بچت برو مثلا کیش، نه برو تفریح کن، نه تولد بگیر، نه تو هم تو خونت چیز بگیر، نوروز بگیر، نه خواننده دعوت کن، هیچ کاری نکنی، از صبح تا شب فقط برای ما زحمت بکش، هر موقع هم شکممون پی گرفت بگیم که نه نمیخوایم تو دیوی، برو فرشته بیاد. چرا؟ علازت از آشای دوگه اون اشتباه رو نمی کنه. اشتباه پدر و پدر بزرگ رو نمی کنه. پدر و پدر بزرگ به ما خیلی خدمت کردن و این بزرگترین اشتباه اون دو خدا بیامرز بود. راحت من میگم شاهنشاه بیش از اندازه مهربان بودن و این اشتباه بزرگی بود و ما تاوانشو داریم میدیم. شاهنشاه به عنوان یک پادشاه نباید انقدر لیلی به لالای ما میذاشتن، ما لیاقتشو نداشتیم. من میگم هر کم ناراحت میشه بشه. جناب مهندس فرمایشات اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم رو پخش کنید شماره 3 و بعد بلافاصله لطف فرمایید شماره 4 هم پخش کنید.
گوش کنید فرمایشات اعلیحضرت رو و بعد گوش کنید اظهار ندامت این دو جوان رو که نماینده نسل جوان ایرانن. درود به شرف این دو جوان و گوش کنید به فرمایشات اعلیحضرت که میفرمایند به ایران بیاندیشیم. حرف پدر بزرگ و حرف پدر، حرف خدایان ایران، این یعنی فلسفه پهلویسم، یعنی به ایران بیاندیشیم، هممون به ایران بیاندیشیم، نه فقط در کاخ نیاوران شاهنشاه آریامهر، نه فقط در واشنگتن رضا پهلوی وارث تاج و تخت، همه باید به ایران بیاندیشیم، همه باید برای ایران زحمت بکشیم، همه باید فکر کنیم از این منجلاب چگونه بیایم بیرون، جنگ مسلحانه یا مبارزه به دور از خشونت یا یک حرکت زیبا، یک رستاخیز انقلابی. چرا کار باید بکنید؟ چرا فکر نمی کنید؟ چرا عادت نکرد به فکر کردن؟ فکر مال انسانه، ما انسانیم، حیوان که نیستیم که. جناب مهندس خواهش میکنم از حضورتون. من فقط امیدوار هستم که امروز همگی هوشیار باشیم که یک وظیفه خطیری به دوش هممون هست که نگذاریم که کشور ما واقعا از بین بره و اون دست خودم و این اراده و این خواست و این دلسوزی و این همسویی و این همگرایی و این همگنی علی رغم خیلی سلیقه های متفاوت که در میان ما هست که طبیعی هم هست که باشه، خیلی بحثایی که سر نحوه اداره کشور ممکنه بینمون باشه، ولی بتونیم تو کشور خودمون باشیم. ولی ما میتونیم تو کشورمون همون آزادی هایی که امروز در امریکا هست، همون آزادی هایی که در فرانسه هست و در سوئد هست و در ژاپن هست داشته باشیم. از این سیاست شما این تجربه هست میخواید در میان و به خصوص فرهنگی رو داشته باشیم که الان از دست دادیم تا حدی زیادی. مشکل ما قبل از سیاسی بودن به نظر من فرهنگی است. اون برمیگرده به خواست ما و بی تفاوت نبودن. بزرگترین خیانتی که به مملکتمون میتونه بکنیم دوستان بی تفاوتی است و امیدوارم که بی تفاوت نباشیم. من فقط امیدوار هستم که امروز همگی هوشیار باشیم که یک وظیفه خطیری به دوش هممون هست که نگذاریم که کشور ما واقعا از بین بره و اون دست خودم قبل از هر چیز و این اراده و این خواست و این دلسوزی و این همسویی و این همگرایی و این همگنی علی رغم خیلی سلیقه های متفاوت که در میان ما هست که طبیعی هم هست که باشه، خیلی بحثایی که سر نحوه اداره کشور ممکنه بینمون باشه، ولی بتونیم تو کشور خودمون باشیم. ما میتونیم تو کشورمون همون آزادی هایی که امروز در امریکا هست، همون آزادی هایی که در فرانسه هست و در سوئد هست و در ژاپن هست داشته باشیم. از این سیاست شما این تجربه هست میخواید در میان و به خصوص فرهنگی رو داشته باشیم که الان از دست دادیم تا حدی زیادی. مشکل ما قبل از سیاسی بودن به نظر من فرهنگی است. اون برمیگرده به خواست ما و بی تفاوت نبودن. بزرگترین خیانتی که به مملکتمون میتونه بکنیم دوستان بی تفاوتی است و امیدوارم که بی تفاوت نباشه. کاخ مقبره مقبره مسلمان جهان روح الله خمینی. شهرونده ایم شاهنشاه، کشوری که آبادش کردی اندازه یک قبر برای جا نداشت. جاوید سادات و رضا پهلوی. کاخ مقبره مقبره مسلمان جهان روح الله خمینی. شهرونده ایم شاهنشاه، کشوری که آبادش کردی اندازه یک قبر برای جا نداشت. جاوید سادات و رضا پهلوی. شما برای این مشاهده ایران زمین خواهید بود، شاه ایران زمین خواهید بود. برای من، برای هم نسلهای من، من از طرف خودم، از طرف قدم حاله هم از شما برد صحبت که شما میکنید که یک نوع حالا اسمشو بزنید معذرت خواهی، یه معذرتی همه به همدیگه به یه نوعی در واقع بدهکار هستن. شما برای این مشاهده یا زمین خواهید شاه یا زمین خواهید برای من، برای هم نسلهای من، من از طرف خودم، از طرف قدم حاله هم از شما باید معذرت بخواهم از این ببخشید. صحبت که شما میکنید که یک نوع
حالا اسمشو بزنید معذرت خواهی، یه معذرتی همه به همدیگه به یه نوعی در واقع بدهکار هستن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، لطف و محبت کردید، خیلی ازتون ممنون. بانو سپیده و رویا و ستاره رو که عرض کردم از ایتالیا $30 با جاوید شاه دستشون درد نکنه، همیان عزیز ما به نام احمدی عزیز $10، دست درد نکنه احمدی عزیز $10، لطف و محبت کردید. این دو جوانی که الان دیدید که یکیش در تهران سر قبرون بیمار روانی و دیگری این جوان عزیز در سفری که والحضرت یاسمین پهلوی داشتن به یونان، شما دوتا جوان امیدوارم پیام منو گوش کنید، شکی نکنید، شما دوتا جوان تا آخر عمر هم تن و بدنتون سالم میمونه، اینو گوش کنید من بهتون چی میگم، هم همیشه نون تو نون برکت تو سفرتونه، هیچ وقت جیبتون بی پول نخواهد مون. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه انسانی که از ولی نعمت خودش، از پدر خودش، مادر خودش، پیشکسوت خودش، مربی خودش، معلمش، استادش، از بزرگترش و از همه مهمتر از پادشاه خودش معذرت خواهی بکنه واسه کار اشتباهی که کرده، اون چیزی که ما بهش میگیم طبیعت، دست طبیعت، دست سرنوشت، دست خدا پروردگار، اون محافظته. تا آخر عمرتون سپاسگزار پهلوی باشید و باشین. من همیشه سپاسگزارشم، هر روز صبح حتی یک بار نشده یادم بره، حتی یک بار، حتی یک بار، هر روز صبح اولین حرفی که از دهنم میاد بیرون اینه: خدا رحمتت کنه آریامه، خدا بیامرزتت رضا شد، منو ببخش. کاری هم نکردم ولی میگم منو ببخشید. عذرخواهی کنید ملت ایران از خاندان پر افتخار پهلوی، عذرخواهی کنید، پوزش بخواید. باری کلا که اومدید تو خیابونا گفتید رضا شاه معذرت معذرت، این بار بگید پهلوی معذرت معذرت، پهلوی معذرت معذرت، معذرت خواهی کنید از خاندان پر افتخار پهلوی، عذر بخواید بانوان، عذرخواهی کنید بانوان ایرانی، پزشکان ایرانی، پرستاران ایرانی، خانومهای کارگر، خانومهای کشاورز، بانوان شریف کارمند، بانوان بازنشسته، بانوان عزیز ایران، عذرخواهی کنید از اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی، عذرخواهی کنید از والا حضرت شاخت و خشرف پهلوی، دختر خانوما معذرت بخواهید از لیلا پهلوی، شاه دخت لیلا پهلوی، عذرخواهی بکنید از شاهدخت فرحناز پهلوی، آقا پسرا معذرت خواهی بکنید از والحضرت علیرضا شاپور علیرضا پهلوی، گوش کنید من بهتون چی میگم، ملت ایران یاد بدید به جووناتون، معذرت خواهی بکنید از خدایان ایران رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، نگاه کنید قیافه بهرام شتورو، نگاه کنید محمد وزقو، نگاه کنید هر کس به این دو خدا بیامرز توهین کرد، زیر میزی چنگولک بازی در آورد. نگاه کنید آخرین عکسی که برای من اومده از این امیر تلمبه، امیر توپل، که این یارو پرچم دزده، به شرافت بشری سوگن تحریش گشت، من دیدمش گفتم اوه اوه اوه، این ابلیس از بس به دنبال کسافتکاری و پول و تهمت و از بس خیانت کردن به خاندان پهلوی، نگاه کنید این یارو چه اسمش به خودش میگه پروفسور، یارو جنگل خورده لنگر انداخته. ما هر چی با این دست بدی با اون دست میگیری، خدا دروغ نیست، دست طبیعت بدطوری میزنه، چوب خدا صدا نداره، وقتی بزنه دوا نداره، هیچ حکیمی نمیتونه دوات کنه، حکیم همه دردمنده اون بالا نشسته. باریکلا به این دوتا جوان. بچه ها بشینید فکر کنید به حرفای من، بشینید فکر کنید چه باید کرد برای نجات کشور، بس کنید از این چت کردن، فکر کنید کشورمون رو نجات بدیم، بس کنید دست از بازیگوشی بردارید. دختر خانوما، آقا پسرا، کارتون قشنگه، من بد میگم بد، خوب میگم خوب،
خوب شعار نویسی میکنید، خوب شعار دادید، خوب اومدین تو خیابون. میدونم امکانات ندارید، میدونم وضعیت همه چیزا رو میدونم، چاره ای نداریم، جهان نمیخواد جمهوری اسلامی بره. آقا رضا ناامیدمون نکن، من نمیتونم بهتون دروغ بگم، بده میگم، بد خوبه میگم، خوب همیشه بهتون گفتم، بازم میگم، فرقه تبهکاران کارش تمام است، کارشان تمام است. آقا رضا اگه کارشان تمام است پس چرا میگی نمیخوام؟ ها، برای همینه میگم برید فکر کنید. من اومدم به شماها یه سیخ بزنم، بزنم به اون استخون، این کارده بخوره به استخونتون. من اومدم تکونتون بدم، اومدم این ویروسی رو که کردن تو مختون لس آنجلس لندن، اومدم این ویروس رو از مغزتون بکشم بیرون. من میدونم اینا چه بلایی سرتون آوردن، میدونم، من مشتری اینا بودم، منم هم درد شمام، از کره مریخ که نیومدم که. بچه های ایران، ما باید ایران رو نجات بدیم، ما باید پایان بدیم به 1400 سال جهل و خرافات. این به دین ستیزی ربطی نداره، حقت مسلمان باشی، همینطوری که من حقمه مسلمان نباشم و به خردم رجوع کنم، تو حقت مسلمان باشی، تو حقت اعتقاد داشته باشی به یه نفر رفته تو چاه، تو حقت اعتقاد داشته باشی بری برای شهدای جنگ احد، شهدای جنگ بعد بری بشینی گریه کنی، تو حقت بری بگی مولای متقیان علی ابن ابی طالب شوهر بیوه زنا بود، پدر یتیما بود، حقت، تو حق داری بری بمالی خودتو به اون یارو کفتر بازه امام هشتمتون موسی کاظم، امام موسی کاظم چی بوده؟ رضا بوده بی زامن آو، همون که زنای ایرانی بهش عرق و شراق دادن خوابوندنش. شما خانوما حقتونه برید پیش خانومتون معصومه، معصوم قومی، حقتونه، اما به خردتون رجوع کنید، به فکرتون رجوع کنید. 1400 سال مخمون رو ازمون گرفتن، بهمون هجویات دادن، به جای مخ بهمون سنگ دادن، پاراجو گوشن اون بالا. حق تفکر رو گرفتن، به ملتی میتونی حکومت بکنی که حق تفکر رو ازش بگیری. 70 سال شوروی این کار رو با ملتش کرد، بالاخره یک نسل گفت بسته، من میخوام خودم فکر کنم، من میخوام خودم بدونم آیا آمریکا امپریالیسمه یا نه. بعد از 10,000 روز جنگ ویتنام به این نتیجه رسید من میخوام با امریکا رابطه داشته باشم و پرچم ایالات متحده رو بردم بالا. بعد از این همه بزن بزن و درگیری و جنگ خلیج خوک ها کوبا به این نتیجه رسید غلط کردم، من میخوام با تو رابطه داشته باشم، با همون امپریالیسم جهانخوار. بعد از این همه درگیری دنیا به این نتیجه رسید امپریالیست اونی هم نیستش که چپ جهان تعریف کرده، خرد جهان تکون خورده. ما ملت کی میخوایم از خردمون استفاده کنیم؟ منم مثل شما بچه مسلمون بودم، منم سینه زدم. آره دروغه، همش دروغه، بازی داستانه، یه مش داستان بهمون دادن. تا ما از این داستان بیرون نیاییم نمیتونیم جمهوری اسلامی رو ببریم. کارشان تمام است، چجوری دیگه قرار تموم باشه؟ یک دلار امریکایی شده 16,000 تومان. خودتون دارید به من میگین، من نه دلار فروشم نه الحمدلله کسی رو تو ایران دارم که دلار بفرستم دلار بگیرم، تو این بازی ها نبودم، نیستم، نخواهمم بود. خودتون میگید 16,000 تومانه. 16,000 تومان در زمان شاهنشاه آریامهر میدونید یعنی چی؟ میشد 8,000 دویچه مارک. با 16,000 تومان در زمان شاهنشاه آریامهر یه ماشین وطنی میخرید، یه پیکان آلمانی، با 8,000 مارک یه ماشین وطنی میخرید، یعنی فولکس واگن. پول ما در جهان ارزش داشت، الان شده کاغذ توالت، چون عکس اون یارو روشه، اون خمینیه. به خردتون رجوع کنید، چرا یک کشور باید ویران بشه؟ نه خمینی مقصره، نه علی شیره‌ای، هیچ کس مقصر نیست، ما مقصریم، نه CIA، نه پنتاگون، نه اینتلیجنس سرویس، نه MI6، نه موساد، نه کاگبه، نه حسن، نه هیچ کس مقصر نیست، ما مقصریم که بازیچه دست اینا میشیم. اگر ما واندیم اینا هر ننه من قمری رو نمیان به ما بگن این امامه. اگر ما مقصر نباشیم بی بی سی جرئت نمیکنه با پادشاه مملکت، اصلا غلط میکنه با شاه من حرف بزنه.
اگر ما مقصر نباشیم برامون 120 تا فرسنده تلویزیونی درست نمیکنن یارو بیاد بگه رادیو تهران، رادیو شمرون، رادیو فلان. مأمورن. آقا احمدی پس چرا مانوک صحبت میکرد؟ مانوک خدابخشیان دنبال دوربین بود، دنبال میکروفون بود، من درگیریم باهش همین بود. برای اولین بار دارم راجع به اون خدا بیامرز میگم. دیدید که وقتی هم خبر فوتش رو شنیدم، یعنی خبر کشتنش رو شنیدم تو تلویزیون اسرائیل، چی گفتم؟ تسلیت عرض کردم و گفتم ما یک مرد میهن‌پرستی رو از دست دادیم، اشکالاتی هم بود که دیگه فایده نداره دیگه پشت سر اون بنده خدا چی بگم. مانوک تو همه رادیو تلویزیون ها حرف زد، به همه هم میگفت I love you. یکی از درگیری های من باهاش همین بود. بهش هم گفتم شما نباید به اعلیحضرت بگید شاهزاده رضا پهلوی رفیق من، ایشون رفیق شما نیست، ایشون شاهنشاه ایرانه. گفت من با همه رفیقم. گفتم همه با شاه فرق میکنه. این آخرین گفتگوی من با اون خدا بیامرز بود. سه تا شاهدم دارم. هر کسی هر جا میره حرف میزنه خیال نکنه اونجا یه پایگاه خوبیه. اینا مامورن، بسیجین. دیدی اون یارو امید نادان رو چی شد؟ دیدید شرم‌آور چی شد؟ دیدید معصوم قومی چی شد؟ دیدید یارو اکبر پونس چی شد؟ دیدید اون یارو نبوی بود چی بود؟ دیدید چی شد؟ دیدید یارو سید دلغه که چی شد؟ همشون مامورن. رادیو شمرون، رادیو تهران، رادیو شیراز، تلویزیون فردا، پس فردا، پاش بیا تو، رادیو فردا، رادیو من، رادیو تو، مال منی، من مال تو، هم من و تو نداریم، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، همه مامورن. بابا این مغزتون و این مختون رو یه تکون بدید. جناب مهندس پیام بچه ها رو لطف بفرمید شماره پنج و ممنونتون میشه. به نام یزدان پاک، با درود به خدایان ایران زمین، رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر بزرگ، با درود به شهبانوی مادر فرح پهلوی و شهبانو یاسمن پهلوی و تمام خاندان بزرگ ایرانساز پهلوی، درود میفرستم به شاهنشاه قانونی ایران اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. ایشان تنها وکیل من و خانواده‌ام میباشد. جاوید شاه، پاینده ایران. درود بر شهریار ایران زمین. ضمن قدردانی از اینکه با تمام بیمهری ها هیچ وقت پشت ملت رو خالی نکردین، خواستم به سمعتون برسونم ما مردم ایران با تکیه به قانون اساسی مشروطه و اعتماد راستینی که به سوگند پادشاهی شما داریم، سربازی مشروطه بودن رو انتخاب کردیم تا این نهضت رو که اجداد ما شکل دادن رو در کنار شما به ثمر برسونیم و ایرانی آباد، آزاد و سکولار و دموکراتیک داشته باشیم. پاینده ایران آریایی و تا ابد جاوید شاه. با درود 179 شاهنشاهی، تقدیم به اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. من یک پادشاهی خواه هستم و وقتی میگوییم جاوید شاه، یعنی سربلندی، یعنی افتخار، یعنی شکوه و بزرگی تمدن ایرانی، یعنی یک پارچگی رنگین کمان فرهنگ کهن به درازای تاریخ، یعنی کار، تلاش، فکر مثل این پل سفید اهواز، یادگار رضا شاه بزرگ پهلوی اول که در سال 1315 به طول 501 متر بر روی رود کارون برای مدت 50 سال ساخته شد که از آن تاریخ تا امروز 84 سال می‌گذرد و همچنان به عنوان نماد جاودان اهواز نوین به زیبایی تمام پابرجا مانده است. جاوید ایران، جاوید شاه، جاوید سرباز میان. من و خانواده‌ام حمایت خودمون رو از اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم از همینجا اعلام می‌دارم و به امید بازگشت پادشاه شاهنشاه عزیزمون به خاک پاک ایران و به امید بازگشت شهبانو و خاندان ایرانساز پهلوی به ایران، به امید آن روز پاینده ایران جاوید.
شاهنشاهی پهلوی. با درود سرباز میهن، اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، بنده به عنوان یک شخص جوان نسل بعد شیروش 57 به صراحت کامل میگویم رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه آریا مهربانت شاد و راهتان ادامه باد. اعلی حضرت، ما میهن پرستان واقعی، ما نسل انتقام گیرنده، حمایت خود را اعلام میکنیم. سلام، من از مشهد این ویدیو رو میگیرم. 19/2/99 ما خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم و دوست داریم که پادشاهی به ایران برگرده و این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. جاوید شاه، جاوید رضا پهلوی. سلام و درود بر شاهزاده رضا پهلوی. من و همسر مرحومم زمانی که برای وجود شما و آمدن شما روزها و لحظه ها را ثانیه شماری می کردیم. بنده هم به نوبه خود و خانواده هم از خانواده پهلوی عذرخواهی می کنیم و منتظر روزی هستیم که تماماً شما و خانواده گرامیتان به ایران بازگردید و ما به کوری چشم تمام کشورهای جهان شاهزاده عزیزمان را به ایران باز خواهیم گردان. منتظر اون روز هستیم. جاوید شاه. با درود، من با مطالعه و تحقیقات کامل و با استناد به تمام مدارک و اسناد تاریخی موجود یک قرن گذشته اعلام می‌دارم که اعلی حضرت رضا شاه بزرگ و اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر بزرگ بجز به سربلندی ملت ایران و آبادی و استقلال این سرزمین گام بر نداشتند. اکنون در این شرایط خاص تاریخی وظیفه خود می دانم که فرزند آن بزرگواران را تنها نگذارم و تا پای جان از رضا شاه دوم حمایت نمایم. پاینده ایران، جاوید شاه. گر شاه شوی وطن پدر خواهد داشت، آیی به وطن وطن سحر خواهد داشت. دور از تو لحد به زیر سرها باشد، آیی همه کس بالش سر خواهد داشت. از مردم ملک کس دفاعی نکند، با بودن تو وطن سپر خواهد داشت. یزدان ز وطن چو نیستی رو گرداند، آیی خدا به ملک نظر خواهد داشت. سردار سپه بیا که پیروز شویم، فرمانده شوی وطن ظفر خواهد داشت. بازا که منشور تویی چون باشی، این ملک دوباره دادگر خواهد داشت. شاهنشاها ببخش مردم ایران را، ببخش که بخشنده تویی. شاهنشاها عشق خاندان پهلوی همچون خون در رگهای ما جاری است. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، پاینده ایران. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. وقت برنامه ما هم تموم شد. باریکلا به همه بچه ها، دستتون درد نکنه، هنوز هست، من هر بار بیام خدمتون پخش میکنم. پیامارم همینطوری بفرستید، نوبت به نوبت همه پخش خواهد شد، مطمئن باشید. همین الان سرکار بانو نفس لطف و محبت کردن. بانو نفس گرامی $100 بی‌نهایت سپاسگزارم از سرکار بانو نفس، لطف کردن. بانو اشرف از فلوریدا $20، سرکار بانو اشرف از فلوریدا $20 لطف محبت کرد. من یه بار اسامی بچه ها رو از بالا تا پایین اعلام بکنم. آقای محمد به یاد استاد رضا فاضلی عزیز $100،
بانو اعظم عاشق وطن $100 آلاله و افشین درود به شرف رضا احمدی جاوید شاه $50 سپاس از شما آقای سیاوش از اورنج کانتی این از قدرشناسی از آریامهر بزرگ $501 سپاس از شما آقای اکبر از کانادا $20 سپاس از شما بانو سپیده رویا و ستاره ایتالیا با جاوید شاه $30 سپاس از شما احمدی عزیز $10 سپاس از شما بانو نفس $100 با جاوید شاه سپاس از شما بانو اشرف فلوریدا $20 با جاوید شاه همه بچه هم گفتن جاوید شاه زنده و جاوید با سلطنت پهلوی فکر بکنیم برای کشورمون چه باید بکنیم فکر صحیح همه جوانب رو در نظر بگیریم و ببینیم چه باید بکنیم که کشورمون نجات پیدا بکنه تا اونجایی که تو عقلم بود چند تا کشور رو چند تا انقلاب رو چند تا حرکت رو چند تا جنگ رو چند تا اشغال رو مثال زدم با بدور از خشونت مبارزه مدنی می شود با جنگ مسلحانه می شود ساختار کشورها چیست ساختار اجتماعی کشورها چیست ملت چگونه باید در برابر اشغالگر بایسته ما علی دلواری بوشهر رو داشتیم ما بابک خرمدین هم داشتیم ما ستارخان و باقرخان و بزرگان مشروطیت رو از لرستان و جاهای دیگه داشتیم ما رضا شاه بزرگم داشتیم ما امیرکبیر هم داشتیم ما فردوسی هم داشتیم اونم مبارزه کرد ما یعقوب لیث صفاری هم داشتیم پس همه مدل داشتیم تو تاریخمون پس میشه مبارزه کرد همه جورش میشه مبارزه کرد بهترین راه چیست؟ آسانترین راه کم خرجترین راه بهترین راه که برسیم به دموکراسی به آزادی به سکولاریسم به نظام برحق و انسانی پادشاهی ما قرار نیست کسی رو بکشیم و قرار نیست کسی رو هم ببخشیم اوکی؟ همه جوانب رو در نظر میگیریم شاد و پیروز باشید بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب مهندس سیاوش گرامی باز هم سپاسگزارم از همه شما سربازان ایران آریایی که سنگر ایران آریایی خونه خودتون رو خانه خودتون رو دارید نگه میدارید ممنونم از همتون از همه شما خانم آقایون بی‌نهایت سپاسگزارم بچه ها متشکرین چه در درون کشور چه خارج از کشور روز پرستار رو بازم به همه پرستاران عزیز در داخل کشور تبریک میگم ما رو ببخشید از اینکه نمیتونیم گل بیاریم خدمتتون امیدوارم اون روز بیاد که منم برم توی بیمارستانی یه سبد گل ببرم بگم تقدیم به همه پرستارای عزیز ایرانی که همشون یک گلن برای ما ممنونتونم خیلی سپاسگزارم شاد و پیروز باشید تا جمعه که در خدمتتون خواهیم بود پاینده ایران جاوید شاه کدوم شاه رضا شاه دوم پهلوی سوم ما زن و مرد جنگیم ما بچه های جنگیم تمام دنیا بداند که ما می جنگیم تا بمانیم و پیروز بشیم و ما پیروز میشیم پاینده ایران جاوید شاه سپاسگزارم